فصل دهم داستان امیر ارسلان نامدار و ملکه فرخلقا. قسمت اول، دام فریب. اما چند کلمه از امیر ارسلان نامدار بشنوید که در خانه خواجه کاووس با خواجه طاووس صحبت میکرد. امیر ارسلان با خواجه کاووس گفت: الحق قمر وزیر دوستی را در حق من تمام کرد. شما دیدید چطور با پترس شاه حرف میزد. اگر او نبود با جلال خدا چنانچه هزاران جان داشتیم، یکی از چنگ الماسخان حرامزاده بیرون نمی بردیم. یقین من حاصل شد که قمر وزیر دوست من است و الان از او دوستتری ندارم. خواجه کاووس گفت: جوان، با جلال خدا اگر بیش از اینها در حق تو دوستی بکند، باز از او دشمنتر کسی را نداری. هنوز تو این حرامزاده را نشناخته ای. جوان، تو را به خدا مبادا فریب او را بخوری و بروز بدهی. امیر ارسلان گفت: بروز نخواهم داد اگر بیش از اینها در حق من یاری بکند. خواجه کاووس گفت: قمر وزیر در حق ما یاری نکرد. آن کس یادی کرد که در خانه کمپانی باشیر رفت و آن بیچاره را با سه پسر و کنیزش کشت. به جلال خدا اگر این دزدی دیشب در شهر نمی شد، پدر قمر وزیر هم نمی توانست ما را نجات بدهد. خدا پدر آن کسی را بیامرزد که این مردی را در حق ما کرد و مال ملک التجار حلالش باشد. امیر ارسلان گفت: راستی آن کدام شیر دل بود که چنین دزدی کرد و جان ما را خرید؟ القصه، از این سخنان می گفتند تا 3 ساعت از شب گذشت. امیر ارسلان گفت: راستش من 3 شب است نخوابیدم، برخیزید بخوابید. خواجه کاووس فرمود: 3 دست رخت خواب حریر در بالای تخت گستردند و هر 3 به فراغت خوابیدند. خواجه کاووس و خواجه طاووس مست و پیر بودند و چند شب نخوابیده بودند. تا در بستر رفتند، نفیر خوابشان بلند شد. اما امیر ارسلان می اندیشید که در روم چطور سلطنت می کردند و در کلیسا عاشق شدند. از آنجا گریختم و به فرنگ آمدم. در قهوه خانه بودم تا ملکه را عروس کردم. آن شب چطور به تماشا خانه آمد و با من گفت و با من چه گفت؟ شب بعد در کلیسا چطور امیر هوشنگ را کشتم و با ملکه صحبت کردم. کم کم به خیال ملکه افتاد. هرچه خواست بخوابد ممکن نشد. عشق به کله اش زد. برخاست و چند جای شراب نوشید. خواست برخیزد که عقل بر او حیزد: نامرد چی میکنی؟ گرگ مثل الماس خان در کمین داری. از من التزام گرفته است که هر جا مرا ببیند بکشد. این کار شوخی نیست. اندک خود را ملامت کرد و خوابید. باز خیال به سرش افتاد، طوری که اختیارش از دستش به در رفت. هرچه خود را ملامت کرد و خواست آرام بگیرد، گوش عشق این سخنان را نمی شنید. عاقبت بیتاقت شد و از جای برخاست. با خود گفت: ای امیر ارسلان بی غیرت، تو کدام وقت از جانت ترسیدی؟ نه از کشتن نه از بستن ندارم هیچ پروای. من از روزی که اینجا پا نهادم ترک سر کردم.
مینای شراب را پیش کشید، لب بر لب آن گذاشت و لا جرعه سر کشید. همین که از شراب مست گردید از جای برخاست، برهنه شد و لباس شب روی را پیش کشید و سر تا پا چون آب حیات در سیاهی نهان شد، مکمل و مسلح شد و نقاب مشکی بر صورت بست و شمشیر و خنجر و کمند و کمان و ترکش برداشت و آهسته از پله عمارت سرازیر شد. در خانه را باز کرد و الماس خان را فراموش کرد و بسم الله گفته قدم در کوچه نهاد و راسته کوچه را به نظر سنجیده و صیادوار قدم می زد و نمی دانست به کجا می رود و جذبه محبت او را می برد تا رسید به دهنه میدان. قدم در میدان نهاد، می رفت تا پشت دیوار باقی رسید. هرچی خواست بگذرد دید نمی تواند. با خود گفت ای ارسلان، بیش از کشته شدن نیست، به این باغ برو، هرچی می شود بشود. کمند را از دسته خنجر نجات داد و چین چین و حلقه حلقه چون زلف دلبران کرده و به دیوار باغ انداخت. کمند بند شد، دست به آن زده چون مرغ سبک روح بالا رفت، شکم بر روی دیوار گذاشت و در باغ نظر کرد. نیست در خانه دلم جز یار، لیس و فدار غیر و دیار. گفت اینجا کجاست و تعلق به که دارم؟ هرچه باد آباد، خودم را به خدا سپردم و چون مرغ سبک رو سرازیر شد. قدم در خیابان باغ نهاد، دست بر بالای قبضه شمشیر بسم الله گفته و می رفت. چند خیابان رفت و نمی دانست به کجا می رود. با خود گفت نامرد، این باغ مال کیست و من کجا می روم؟ چرا در این باغ یک نفر آدم نیست؟ کدام نقطه شهر است؟ این چه کاری بود کردم؟ می رفت تا در برابرش قصر نمودار شد که سر به فلک کشیده و ایوانش با قبه سپهر برابری می کند. منظر دید چو خلوتگه یار، بود بنای فراقش معمار. حسن چشمکزن ایوان و درش، عشق جاروبکش ره گذرش. رفت تا پای عمارت رسید، قدم به پله نهاد و بالا رفت. هرچی در ایوان تحتانی عمارت گردش کرد کسی را نیافت. همه اتاقها تاریک بود. با طبقه فوقانی رفت، تالار بسیار بزرگ و قشنگ و پرزیب و زینت دید که چراغ بسیار روشن است و مجمرهای عود در سوز و گداز بوی مشک و عبیر در این عمارت پیچیده. پرده حریر جلوی در تالار آویختند و ناله جانسوز و جانگداز از پشت پرده می آید، چنان صدایی که از اثرش نزدیک بود جان امیر ارسلان بیرون بیاید. گفت یعنی چی؟ این کیست؟ این کیست که در این وقت شب در این باغ این طور می نالد؟ این چه صدا بود که جانم بزود؟ از اثر روح و روانم بسود. برم هم ببینم صاحب صدا کیست و چه درد دارد. پشت پرده رفت، انگشت دروازه کرده گوشه پرده را گرفت و آهسته کنار زد. نظر کرد تالار، دید بسیار عالی که شمع و چراغ بسیار روشن است و فرش ها و پرده های
ریشه مروارید گسترده و آویخته و میزها و صندلی های طلا چیدند. و در برابر تخت مرسی نهادند. بر فراز تخت نظر کرد. چشمش بر آفتاب جمال و زلف و خال و ملکه آفاق افتاد که لباس حریر سیاه پوشیده سر را برهنه کرده و گیسوی عنبرفام را چون شب عاشقان بر اطراف خود ریخته، جام شراب در دست دارد و اشک چون سیلاب خون از چشمش سرازیر است و میگوید: ای فلک کج رفتار و ای سپهر غدار، تا کی با من بازی میکنی؟ یک سال است به جای شراب زهر در گلوی من میریزی و ساعت یک بازی با من میکنی. فغان که از حرکات سپهر کج رفتار فتا طرح جدایی میان من و یار، زمانه پیش من آورد همچنان روزی که روز روشن من شد به معنای شب تار. شب دراز دد و دیو و آدمی و پری به خواب راحت و من از فراق او بیدار. کسی که بی رخ او یکدم قرار نبود برفت و کار مرا با فراق داد قرار. اگر تا اکنون چینل ما را سبسکرایب نکرده اید پس لطفاً چینل ما را سبسکرایب نمایید. ای جوان رومی بلایت بجانم، ای کاش تو را ندیده بودم و نمی دانستم در این شهر و مرا می خواهی و با گذاشتن در کلیسا جام زهر را می نوشیدم و خود را از دست فراق تو آسوده می کردم. اگر وقت نظارت مرده بودم ز دست فراق تو جان برده بودم. ای امیر ارسلان قربانت کردم. نرفت تا برفتی خیالت از نظرم، برفت در همه عالم به بدلی خبرم. نبخت و دولت آنم که با تو بنشینم، نه صبر و طاقت آنم که از تو درگذرم. بلای عشق تو در من چنان اثر کرد که پند عاقل و جاهل نمی کند اثرم. قیامتم که به دیوان حشر پیش آرند میان آن همه تشویش در تو می نگرم. بلایت بجانم قربانت کردم. صد حیف که یک بار دیگر چشمم به جمال بی مثالت روشن نخواهد شد. نه تو دیگر به نزد من می آیی و نه من می توانم پیش تو بیایم. که ره دهد سوی آن سایه حمای مرا، به وصل او که رساند مگر خدای مرا. به ظلمت شب هجر از حیات وصلم دور، فغان که خضر ره نیست رهنمای مرا. چو غنچه تنگ دلم رو نما که همچون گل شگفته دل کند آن روی دلکشان مرا. نسیم وصل تو کی بر سرم گل افشاند، رسان به دیده غبار ز خاک پای مرا. دمی نمی گذرد در غمت به من چون شمع که نیست گریه زاری به های های مرا. خب دوستان عزیز، داستان را با همین شعر همین جا به پایان می رسانیم.
قسمت دوم داستان را همچنان تقدیم شما خوبان خواهم کرد. امیدوارم از شنیدن داستان لذت برده باشید. و اگر تا اکنون چینل ما را سابسکرایب نکرده اید، پس لطفاً ما را حمایت کنید. چینل را سابسکرایب کنید، ویدیوهای ما را لایک کنید و با دوستان خود شریک سازید. اگر هم نظری دارید، لطفاً نظریات خود را در کامنت با ما در میان بگذارید. تا بعد، بدرود.